در مراسمی قبل از این نادرست برگزار کردی از روی نادانی بود نه از روی اعلام جنگ با تو نمی فهمیدیم حالا تصمیم گرفتیم که مراسم سالم طبق رضای تو برگزار بکنیم که بچه هامون بیان قرآن بخونن شما دیدی بودید که تو عروسی کسی قرآن بخونه کسی اناشید اسلامی بخونه کسی درباره خدا و رسول خدا و دین خدا و ایمان و اخلاق و تهارت و پاکی صحبت بکنه عروسی یعنی چشخرانی عروسی یعنی یه لوتی مست باشه تریاک بکشه کلش گرم بکنه بعد بیاد وسط زن مردم و وسط مردم ساز بزنه و پول به هوا بریزن براش پیامبر صلی الله علیه و می‌فرمایند روز قیامت بندگان خدا اون چیزی که دوست دارن در دنیا با همون تو قیامت محشور میشن اگر کسی در دنیا عاشق لوتی است و ساز لوتی و دهل لوتی روز قیامت هم دست تو دست لوتی در محضر خدا رو در دشت محشر بلند میشه المرء مع من احب یکی آمد گفت ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم من فقط نمازهای فرض هم میخونم روزه رمضان میگیرم صدقه واجب میدم زیاد نماز سنت و صدقه سنت ندارم تو زندگیم ولی یه چیز دارم خدا و رسول خدا رو قلبا دوست دارم آیا راه این برای نجات هست؟ گفت شما روز قیامت همراه اون کسانی هستی که دوستشون دارید اگر کسی در دنیا اود میزنه سر عروسی ها میرقصه روز قیامت هم با همون رقصش مشهور میشه اودش تو بغلشه اگر کسی کسی رو با کاردی بکشه روز قیامت همون کارد دستشه و قطره خون داره میچکه مقتول میگه خدایا بارلاها از این برادر سوال بکن به چه علتی به چه گناهی با این کارد منو کشت اگر ما خواهان سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم روز قیامت در صف امت رسول الله صلی الله علیه و سلم محشور خواهیم شد چقدر برنامه خوبیه بچه های شما آمدن نام سوره ها را گفتن هر کدوم یه سوره خوندن جایزه گرفتن تشویقشون کردید یه آماری دادن درباره وضعیت روستا آمار خیلی خوبی بود تعداد دانشجوهاتون شما در آینده پنج تا عالمی که لیسانس الهیات دارن دانشکده الهیات خوندن خواهید داشت یعنی علمای تحصیل کرده افتخار نیست علمای دانشگاهی دو تا مدیر مدرسه از خودتونه مشکل آب روستا با یه برکهی که یه خیر درست بکنه حل میشه غم برکه آب نخورید خیرین میان برکه آب درست میکنند 20 میلیون سی میلیون چل میلیون جای لوله نباشه لوله میخرن از برکه وصل میکنن از چاه وصل میکنن به داخل روستا اما غصه اون بخورید یه لوله های دیگه هم باید وصل بشه که آب حیات معنوی رو به ما وصل کنه شیخ زیایی رحمت الله علیه کسی بود که لوله های رحمت خدا رو به در خانه ها برد شیخ زیایی هم لوله کش بود خیر بود اما لولی که شیخ زیایی سی و پنج سال پیش آمد تو اهل سنت جنوب لوله کشی کرد وست کرد به چاه توحید به چشمه زلال قرآن وست کرد به منبع ایمان به اونجا وست کرد و یک سر روله رو گذاشت تو دل مسلمان و بعد باز کرد اون شیر کلام خدا قرآن آمده که رحمت خدا را به ما بچشاند آقای زیایی رحمت الله علیه آمد با کلام خدا رحمت خدا را به منطقه چشاند شما غصه برکه آب نخورید برکه آب درست میشه دردش دیگه سی میلیون تومنه خیلی هستن که اعتقاد دارن برکه درست کنن و درست میکنن اگر غصی باشد باید غصه دینتون بخورید ایمانتون در چه حد ایمانتون برکتون پر باشه یا کم باشه بالاخره میشه هنوز تو منطقه خودمون با وجودی که این مناطق لوله کشی نیست آب لوله رسانی نشده ولی هنوز نشنیدیم که یه نفر تو منطقه به خاطر که آب برکه ها تمام شد مرد مرده باشد هنوز نشنیدیم روستای دیوان زود آب برکه هاش تمام میشه اطراف بندر لنگه با تانکر آب میرن بندر لنگه میخرن میارن تو برکه ها خالی میکنن 20 تا تانکر 30 تا تانکر 100 تا تانکر خیرم پولش میده یه خیر میگه 10 تا تانکر به حساب من بریز شما غصه اون نخورید غصه این بخورید که این بچه ها چطوری تربیت بشن برادرمون در ویشن چیز چیزهای خوبی گفت آمار خوبی داد امیدوار کننده است توی یک که یک ساعت تو دامنه کوه و همش کوهستانیه و خانه هاشون همه رو کوه و تپه است پنج تا عالم دین داشته باشن تصور بکنید همین سی سال پیش در کل سه تا استان جنوبی اهل سنت استان هرمزگان و فارس و بوشه همش پنج تا عالم بیشتر نبوده نهایتش ده تا یکیش تو عوض بوده آقای فقیهی یکیش تو لنگه بوده شیخ محمد علی خالدی یکیش تو کوهج بستک بوده آقای کوهیجی یکیش تو بندر عباس بوده آقای خطیب یکیش تو خمیر بوده آقای سید امیر شیخ یکیش تو جزیره بوده حاج محمد شریف صالحی بعدم آقای زیای آمد به این قافله اضافه شد جمعا شدن تا یا هفتا کل علمای سه تا استان همش هفت نفر بودن ولی برادرمون و عزیزمون میگه ما فقط امروز تو روستای خودمون پنج تا طلبه ای داریم که دوره عالی خوندن یعنی دانشکده الهیات خوندن و شش تام تو دوره مقدمات و متوسط داریم که دو سال دیگه وارد عالی میشن همینطوری که مردم دیندار نمیشن اما این بدونید من خبر دارم این همه راه از سر جاده اصلی تا اینجا با اون همه سختیش بیخ گوش گوش شما در کنار شما همین جایی که جاده ها منشعب میشه شاید در ماه دو هزار سه هزار چهار هزار کیلو مواد مخدر ترانزیت میشه از همینجا همین هفته گذشته توسط خود اهالی 700 کیلو تریاک ضبط شده گرفتن و اونم خواست خدا بوده که این ماشینی که مواد توش بوده بزنه به یک موتورسیکلتی به یکی از همشهرین شما فرار بکنه بیفتن دنبالش و متاسفانه متاسفانه کسی که راه پاک هم بوده مال همین منطقه بوده کسی که راه پاک کنش بوده که معموری کسی نباشه مال همین منطقه بوده از دست که باید بنالی به خاطر که یک صد هزار تومن پول بگیره تو ماشین می راه پاک میکنه بیا بیا خبری نیست 700 کیلو تریاک هفته گذشته خاص خدا بوده اینا کجا میره میخواد بیاد ریشه علم و دانش و دین و اخلاص و غیرت بسوزونه مواد مخدر اولین چیزی که از آدم میگیره غیرته سلامتیه آبروست شخصیت دین و ایمانه ناموسه همه چی از آدم میگیره حدودا چهار سال یا پنج سال پیش من بارها گفتم تو سخنرانی از همین پاسگاه کورستان فکر نکنید جاده آسفال شده خوب میگازونید راه لار کورستان بندر نزدیک شده راه معتادام نزدیکتر شده راه مواد فروشام نزدیکتر شده یه خاوری کامپرسی خاور سه تا گاو سوار کرده بوده نمیدونم شاید تو روز عید قربانم بوده کسی نمیدونه از جلو پاسگاه کورستان میخواسته رد بشه یه گروبانی سرباز اونجا ساده بوده درجه داری میگه چه سوار کردی بارزده میگه سه تا گاوه شاید ازش سوال کرده گاوه رو کجا میبرید شاید هم گفته برای قربانی دارم میبرم براش مهم نیست دیگه مهم که از پاسگاه رد بکنه یه نگاهی به صورت گاوا میکنه میبینه که دو تا گاوا قبراق و سرحال و شاداب و خندرو هستن اما گاو وسطی خماره چشمش رو هم میان و خماره و کف از دهانش میریزه بعد میگه این یکی چیشه؟ میگه جناب سروان مریضه اگه لطف کنین هر زودتر یا وقتی نمیره رو دستم باد بکنه برسونم به قصاب چیزی زنگ میزنه خمیر میگه یک گاو سه تا گاوه دو تا گاوش اشکال ندارن ولی روی یکی از این گاوا من مشکوکم دستور چیه خب گاو مردم که نمیشه سر برید بر 700 تومن 600 تومن پول گاوه میگه قصاب بیارید گاو قیمت بکنید زمانت بدید گاوه رو چه همون که خمار بوده سرش میبارن شکمش که پاره میکنن یازده کیلو تریاک تو پلاستیک تو شکمش خوراندن گاوه مهم نیست یه گاو هفتصد هزار تومن سقط بشه مهم که این یازده کیلو تریاک به جایی بره که پنج تا عالم دارن 6 تا میخوان عالم بشن هشتاد تا دانش آموز ابتدایی دارن چل تا دانش آموز راهنمایی و سی تا دانش آموز دبلستانی اینا همیشه مهندس و دکتر شهرستان وستک آزمون سراسری درش برگزار میشه 500 تا دانشجو شرکت میکنن تو این مسیر بخش رودر داریم رویدر خودش سال 83-84 101 دانشجو داشته فقط شهر رودر روستای رودر خودش 101 دانشجو 180 تا معلم داره 30 تا کارمند بانک داره سال بعدش نزدیک 60 تا دانشجو داده یعنی تو سه سال چهار سال 300 تا دانشجو داده فقط همین روی در 700 کیلو 800 کیلو 1000 کیلو مواد مخدر راه پا برادران ما و شما به خاطری که جیبشون پر بشه امروز هم یه نفر میخواست مانع خیر بشه این جلسه برگزار نشه تو شهر شما من ساعت یکونیم رفتم خونه خانم گفت که یه نفر زنگ زده گفته با عصبانیت شیخ میخواد بیاد انجیردان گفتم نمیدونم من اطلاع از برنامه شیخ ندارم گفت بهش بگو که نیاز نیست بیاد برنامه به هم خورده شما کی هستید؟ بماند شیطان چه کارایی میکنه؟ بماند عجب اون یکی راه پاک میکنه که مواد مخدر 700 کیلو رد بشه این یکی منال من خیلی نمیخواد مردم جمع بگیرن خب شما اسم نداری بماند خیلی عجیبه من آمدم خانم گفت که یه نفر زنگ زده ولی خیلی بیشه آمد بوده خانم هم بهم گفت خیلی ترسو بوده گفتم شما کی هستید گفته بماند فقط شیخ نیاد گفتم کور خونده ما میریم بندگان خدا مشتاقن برای دین خدا و نصرت دین خدا میریم شیطان باید خار و ذلیل بشه فرقی نمیکنه کسی که با علم با علما با پیشرفت جامعه از کجا آب میخوره مواد مخدر از کجا آب میخوره یه دی براشون مهم نیست که پولشار شدن و جیبشون پر از پولدار پول بشه رو حساب سلامتی و آبرو و دین و فرزندان بچه, بچه مسلمانا بشه و فرزندان مسلمانا بشه. براش مهم نیست. بچه همه متاد بشن. مهم که جیبش پر بشه. زود پولدار بشه. گردن کلوف بشه. ولی این آقایت نداره. با خدا که نمیشه اعلام جنگ کرد راه برو بی راه مرو با ادب باش پادشاهی کن بی ادب باش هرچه خواهی کن هرچه دلت میخواد بکن پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث میفرمایند اذا لم تستح فصنع اگر حیا نداشتی هر کاری دلت میخواد بکن این مجوز نیست این اجازه نمیده پیامبر که اگر حیا نداشتی هر کاری دلت میخواد بکن این داره تهدید میکنه اگه خجالت نکشیدی هر کاری دلت میخواد بکن ولی عاقبتش با خوده از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جوز جو هرچی کنی به خود کنی در همه نیک و بد کنی کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی مگر میشه مسلمانی مسلمان دوست داشته باشه اما عاشق پیشرفتش نباشه از پیشرفت مسلمان و جامعه خودش بدش بیاد خداوند ولید ابن المغیره رو در سوره اگر اشتباه نکنم قلم با نه تا صفت زشت که در درونش بود وصف کرده خداوند میفرمایند ولا تطع كل حلاف مهین حماز مشاء بنمین مناع ناع للخير معتد عتیم و بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال و میگه ای پیامبر از اینهایی که مکروبن و انگلن پیروی نکن اینا واجب الاحترام نیستن اینا لیاقت احترام ندارن یکیش ولید ابن مغیره بوده هم ده تا پسر پهلوان داشته در عرب و هم سرمایه دار بوده که گله شطر و گاو و گوسفندش کل افق و پوشانده بوده ولید ابن المغیره ولی از بچه های پهلوانش و اون قدرت مالیش و نفوذ اجتماعیش همه خرج می کرده که مانع پیشرفت دین خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و بشه میخواسته با رسول الله بجنگ با مالش و قدرت اجتماعیش که دین در مردم پیاده نشود خداوند میگه ولا تطع کل حلاف مهین حماز مشائم بنمی مناع للخير کسی که مانع خیر میشه خیری به جایی برسه امشب چه مجلس مبارکیه بین مغرب نم بین نماز است تا مغرب یه دامادی بود داخل روستایی از کورستون اونجا مراسم عروسی برگزار شد سخنرانی هم کردیم قرآن هم خوندن سرود هم خوندن فکر میکنم داماد هم همین مناطق شما بود نماز مغرب هم اونجا خوندیم راه افتادیم امشب هم دوتا داماد اینجا چقدر زیباست همه خواهان دینن آمدن عروسی دست جمعی رو برگزار کردن ساده متواضعانه خدا انسان دوستانه عالمانه فاضلانه خیرخواهانه اینهایی که مراسمشون اینطوری برگزار کردن واقعا شما رو دوست داشتن نخواستن که تو عروسیشون بچه های شما به خاک خون بکشانن و به روستای شما شخصیت دادن جا داره من تبریک بگم و این دو عزیزمون بدونن پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده کسی که سنت حسنه ای و خوبی در جامعه پیاده بکنه و بعد از اون مردم بهش اقتدا بکنن تا قیام قیامت اجر و پاداشش مال اون نفر اوله از همه مردم خوب روستای شما از امام جمعه خوبتون خیر مقدم گفتن از جوانای خوبتون که از همون ورودی شهر همه جور سلام میکنن روبوسی میکنن چقدر خوشحالن از خواهرای بزرگوار و محترمی که مادرهای بچه های شما هستند و امانت داره مهمترین سرمایه شما هستند اگه صد هزار تومن پول کارگری تحویلشون بدید اون که امانت نیست امانت ایناست که با میلیون هم قیمت گذاری نمیشه همین بچه های کوچک که تا ساعت یازده شب الان تو جلسه نشستن همه سرتاب ها به گوشن سلواتاشون بلندتر از همه است. اینها امانت که تحویلشون دادید و این شب ما خیلی خوشحالیم هم به دو این عزیزمان که داماد این جلسه هستن محمد نور احمدزاده و همسر محترمه ایشان سرکار خانم فاطمه احمدزاده و دوباره عزیزمون عبدالواحد احمدزاده و سرکار خانم همسر محترمه ایشان خاتون شمسایی من به این چار جوان تبریک و تهنیت عرض می کنم به خاطر این سنت طبیعی و سنت انسانی و سنت نبوی که موفق شدن انجام بدن و نصف دینشون رو کامل بکنن و بعد موازه به نصف دیگر دینشون باشن تبریک میگم و به دو خانواده محترم به چهار خانواده محترم و به چهار تایفه و در حقیقت به کل اهالی روستا ما تو بندر عباس سورو سیزده هزار نفر جمعیت سوروس همه تایفه هم هستند. اینجا خب 500 نفر جمعیت داره قطعا همه تایفه هم هستن پس من تبریک میگم به کل روستا که این چهار تا عزیزمون فرزندانشون هستن و خوشحالن و کل روستا از بزرگ و کوچکش از خونه ها در آمدن به خاطر که این مجلس خدایی رو حمایت بکنن و با حضورشان بگن که بار الله ها ما خواهان سنت تو و کلام تو و دین تو و سنت نبی تو هستیم که در شهر ما بیاید و شیطان و شیطان صفت از شهر ما بیرون بروند و از سرمایه های ما ناامید و قطع امید بکنند برادر عزیزمون و نور چشممون درویش گفتند که ما الحمدلله تو مغازه ها من سیگار فروخته نمیشه خیلی حرفه که توی یک روستایی سیگارم خوب درآمد داره، درآمد مادی داره. امروزه دشمنان اسلام میگن پول حلال که جمع نمیشه، با پول حلال که نمیشه زن گرفت، با پول حلال که نمیشه، با حقوق برزگری که نمیشه کاری کرد. باور کن همین برزگرها خیلی راحت خب با پول حرام که آدم معتاد میشه، کدوم یکی بهتره برزگر باشه سالم باشه با خدا باشه یا میلیونر باشه از فروش مواد مخدر معتاد باشه حالا پول حرام که جمع شد چه کار کرده تو نهایتش معتاد شدی تریاکی شدی حالا بگن آقای خوشقیافه سرمایه دار معتاد معتاد معتاده دیگه میلیونر باشه یا گدا باشه معتاد نه این آقا معتاد نیست این کیفی میکشه این تفننی و عشقی میکشه و هر چی میخواد بکشه هر کسی تیریاک کشه بهش میگن معتاد تموم شد و رفت حالا هر چند با کلاس باشه شما شنیدید که کسی کار خیر میکرد پول خیر به مردم میداد ورشکست شده من که هنوز نشنیدم از آبا و اجدادم هم نشنیدم ولی شنیدین که فلانی میلیونر بود میلیونر بود رفت تو خط شراب و ایاشی و فحشا و ظلم و تکبر و تریاک و شب نشینی تو باغ و منقل و بافور ورشکست شد حالا دمپایی پلاستیکی هم نداره نه یک میلیونر ورشکست شده وقتی رفته تو این خط راه خدا ورشکستگی ندارد روزی حلال ورشکستگی ندارد برادر من تو سرودش خون همه سرود توحیدی بود همه اعتقادی بود میگو تو که روزه امروز خوردید نه فردا با ماست تو شکر روزی که امروز خوردی به جا بیار که فردا خوردنش با ماست میگه اگر گناه کردی اشتباه کردی تو توبه نامه رو بنویس امضا کردنش با ماست تو بنویسی یک صفحه خدایا توبه کردم خدا میگه من امضاش میکنم قبولش میکنم دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من خدا داره میگه دلت را خانه من کن دلت باید خانه خدا باشه خانه خدایی که ملائکه ها تواف میکنن بر دل تو دلت نباید خانه شیاطین باشه دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من به من درد دل افشا کن مداوا کردنش مهمن غیر از خدا کی میتونه درد دلها رو مداوا بکنه این خداست که درد دلها رو گوش میده این خداست که با ادب به صحبت بندگانش گوش میده از خدا بهتر دیدی با ادب دیدی با دوست صحبت میکنی یک دفعه حرف تو قطع میکنه، تو حرفت میپره ولی خدا شده که تو حرف باش بدنی تو حرفت بپره دو ساعت با خدا حرف بزن خدا تو حرفت نمیپره حرفتو قد نمیکنه یک پارچه خدا گوش میده که این بنده من چه خواستی داره چه درد دلی داره به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من امشب شب, شب زیباییه اینا که فیلم نمیگیرن کسی دیگه داره فیلم میگیره امشب مثل مور و ملخ ملائکه اینجا از همه طرف ریخته و ملائکه هایی هستن توریست جهانگرد دارن میچرخن این طرف و اون طرف سیار بیسیم دستشونه اگر جایی دیدن که ذکر خدا میشه حلقه ذکره محل دینداریه جمع شدن به خاطر رضای خدا به خاطر امر خیری تعاون و همکاری بر بر و تقوا همه به هم بیسیم میزنن بیاد اینجا کجایید بیاد اینجا که خاووهای و همه دوربین رو کوله شونه فیلم میگیرن از بندگان خدا به درگاه خدا فیلم تو رو عرضه میکنن در شب جمعه در تاریخ و فلانی گذرمون افتاد به انجیردون دو تا از بندگان تو داماد شده بودن جشن عروسی شون صحبت از عظمت تو و رسول تو میشد صحبت از دین تو صحبت از اوصاف تو صحبت از کلام تو قرآن به هر کسی قرآن میخوندن تو اون مجلس عروسی جایزه میدادن احترام قائل بودن هر بچی که قرآن میخوندن کف میزدن براش تشویقش میکردن سلوات میفرستادن مثل اینکه خوشحالیشون با قرآن بود بندگان من اینطوری ای فیلم برداری کردید بله شیخ یونس اگر اشتباه نکنم رئیس مرکز تبلیغ در فرانسه است یک سفری آمد به قطر در قطر ازش خواستن یه سخنرانی بکنه برای مردم یک مثال زد حالت مسلمان و واقعیت مسلمان و گفت مسلمان امروز به یک سواره میماند که سوار ماشین آخرین سیستمه تو جاده آسفالت و اتوبان استاندارد داره حرکت میکنه ماشین کلردار شیشه رو بالا کشیده ضبط صوتش هم خیلی عالیه بدون پارازیت نوار موسیقی هم صداشو بلند کاندیشنش هم شغال زن و بچهش هم کنارش نشستن شیشه رو بالا کشیده خودش هم آوازخانی میکنه همراه نوار پارو گاز گذاشته هوای خنک داره میره هی میره تو جاده یک دفعه میبینه سر جاده یک نفر ایستاده دست میزنه قف بی است شیشه رو پایین میکشه احوال پرسی میکنه اون کسی که سر جاده ایستاده دست زده به صاحب ماشین میگه خذنی معک نمیشه منو سوار کنید با خودت تو راه ایستادم سر جاده منو با خودت سوار کن میگه من انت تو کی هستید میگه انا ریال من ریالم چون قطر ریال داره دیگه انا ریال ریال قطری ماشاءالله ریال ارکب بیا سوار شو ریال سوار شد کم کم داره شنگول میشه شیشه رو بالا کشید خیلی خوشحاله همجور میره آواز میخونه جلوتر یه نفر دیگه ایستاده دست میزنه قف شیشه پایین میکشه میگه خزنی نیمک نمیشه منو با خودت بگیری سوار ماشینت کنی میگه من انت تو کی هستی دیگه میگه انا دلار من دلارم ماشاءالله دلار ریال آمد خوشحال شدیم حالا خود دلار دیگه خودت میدونی دلار چقدر قیمتشه دلارم سوار شد شیشه رو میکشه بالا حالا دیگه فول به اوج رسیده دیگه داره آواز میکنه ویراج میده نیم کلاس میکنه نمیدونه چه کار بکنه رفت جلوتر یه نفری ساده دست زد قف شیشه رو پایین کشید گفت خذنی معک منو با خودت سوار کن گفت من انت تو کی هستی گفت انا دنیا من دنیا هستم همه چی تو من کل دنیا با همه زرق و برقش آمدم به سوی تو منو تحویل میگیری آقا من کیم که سرکار خانم دنیا رو تحویل نگیرم شما با این همه آرایش و این همه زیورالات و این کمربند طلا خودش دنیای ارزش داره نگاه کرد که جا نیست تو ماشین به زن و بچهش گفت بری صندوق عقب خانم دنیا میخواد کنار دستم بنشینه بغل دستم بفرما خانم حالا خانم دنیا نشسته کنار دستش این عطر کلونش دیوانش میکنه این سر و صدای تلاش هم دیگه از اون طرف هم پشت سرش آقای ریال و آقای دلارم هم نشستن زن و بچه دیگه بیارزه شدن خفه تو صندوق عقب رفت جلوتر که یه نفر دیگه استاده نفر چندمه؟ حواستون جمعه؟ نفر چندمه؟ بچه ها فقط جواب بدن نفر چندمه؟ نفر اول کی بود؟ آفرین مال خودشه نفر دوم کی بود؟ دیگه نمیدم <applause> خیلی زرنگی عالم میشه این یه کاره ای میشه انشالله حواسش خوب جمعه نفر سوم که بود دنیا نفر چهارم کیه نمیدونم نفر چهارم دست زد گفت قف استاد شیشه رو پایین کشید هرچی فکر کرد دیگه چی تو دنیا هست که نفر چهارم باشه به ذهنش نرسید بعد گفت که ببخشید میشه شیشه رو پایین بکشید شیشه رو پایین کشید نفر چهارم گفت خود نیمک میشه منو با خودت بگیری تو ماشین گفت شما گفت انا دین من دین اسلام هستم من دینم دین خدا یه نگاه تند و تیزی بشکرد گفت ظرفیت تکمیل جا نداریم عجب من خیلی خوبم من ازتت نمی کنم اگه ماشینت خراب شد هل میدم کمکت می کمک کنم از من بدی نمی بینی. خواهش می کنم منو سوار کن گفت آقا میگه تو حرف حالید نمیشه کرید میگم جا ندارم رو کلم بذارم خب جلو که نمیشه گذاشت این خانم نامحرمه عقبم که جا تنگ میشه آقای دلار رو، آقای ریال نشسته صندوق عقبم هم که زن بچه دیگه نمیشه که هر چی التماسش کرد گفت ظرفیت تکمیل و هر فالی نمیشه شیشه رو بالا کشید و بعد گفت پشمالو ریشی نگاه بکن پشمالو ریشی مزخرف دین برو بابا دوره دین سر شده یه نیم کلاچ هم کرد گرد خاک و خاک بهش داد و کمک میکنن به منو یعنی همیشه شنونده کمک میکنه به سخنران که به وجد بیاد او رفت معلومه که خانواده براشون برای داستان های خوبی میکشن دیگه داستان چکمچکا برای بچه ها نکشید ها شبا داستان اون بیبری و غول و نمیدونم فلانو اینا رو نگید داستان پیامبران برای بچه ها بگید داستان قرآنی دیو میاد اقرب میاد اجده ها میاد فلان اینا داستان های دروغ که بچه رو لالایی بکنن نه داستان پیامبران بکشید تا بچه هایی که خوابن بیدار بشن نخوابن تا خواب از دشمنان بگیرن دین آزرده شد و سوارش نکرد ظاهرا که به دین نیاز نداشت اون چیزی که نیازش بود سوار کرد ماشین که داشت موسیقی که داشت کلر که نیاز داشت شما هم که گفتیم برکه میخوایم حتما آب و خونک هم تو ماشینش بود دقت بکنید دلار هم که نیازش بود سوار شد ریال هم سوارش بود دنیا هم بود زن و بچهش هم بود دیگه چی میخواد دیگه چیزی نیست تو دنیا که به طلبه حالا دیگه شنگوله گا وقتی مسخره از دین میکنه حالا به دلار و دنیا میگه خوب کنفش کردم نه اینا ملا خیلی پر رو هستن ولی ما امروز کنف نشدیم یه نفر رو کنف کردیم اینجا اون کی بود شیطان شیطان امروز کنف شد تو روستای شما هر کاری کر شیطان که این برنامه برگزار نشه شد الان بیرونه اونجا داره خودش رو به زمین میزنه نشد که بساتشونو رو به هم بریزن حالا داره آواز میخونه دیوانه شده هزیان میگه جور پا رو گاز صد و تا داره میره دویست تا داره میره یک دفعه دید که یک قوی الهیکلی ایستاده سر جاده وسط راه یه چیزی دستشه ایست این دیگه نمیگه ایست خزنی معک ایست قف با قدرت میگه خیلی هم قویه ترمز زد ایستاد شیشه رو بکش پایین شیشه رو پایین کشید گفت اینا که سوارن گفت آقا کی باشه درست صحبت کن خوب دقت بکنی آقا کی باشه درست صحبت کن اینا کی باشن چیه گفت منو نمیشناسی کیه گفت هر کسی باشه برای خودتی صدات بیار پایین دست جیبش کرد کارت در آورد رو کارتش نوشته بود ازرائیل ملک الموت ببخش قربان ببخشید شرمنده من اولین بار بود شما رو ملاقات کردم به جا نیاوردم بعد تو ماشین این طرف این طرف اون طرف نگاه کرد گفت ببخش قربان دنبال چیزی می گردید گفت دنبال دین میگردم دین کجاست تو ماشین تو دین نیست دین نیاوردی ببخش قربان دین سر جاده بود ایستاده بود منم رد شدم دست زد سلام کردم جواب سلامش دادم گفت که منو برستم گفتم فعلا الان جا تنگه من مسافرها رو خالی میکنم به خاطر که به تو فشار نیاد شما زیر این درخت بیستی من سری برمیگردم دنبالت اگه اجازه بفرمی قربان اینا رو پیاده بکنم برم دنبال دین گفت وقت تمامه لازم نکرده دین بیارید عجل تو رسیده خدا منو معمور کرده که بدون دین قبض روحت بکنم دلار داری ریال داری دنیا داری زن داری بچه داری ماشین داری هوای خنک داری کلر داری آب یخ دارید موسیقی دارید ماشین آخرین سیستم دارید شهرت دارید پول دارید همه چی دارید ولی دین نیست تو ماشینت همراهت نیست عجلت رسیده من مجبورم که بدون دین قبض روحت بکنم هر چی التماسش کرد گفت فایده نداره دین نیاز ماست همه چی درست میشه ارزش به دین قائل بشین من رفتم بنگلادش تو اجتماع جماعت تبلیغ ده روز اونجا بودم تو داکا یه چیز عجیبی دیدم اونجا دیدم که بنگالی ها این پیر ها بنگالی ها وقتی یک عربی میبینن با لباس عربی گریه میکنن به طرف عرب میرن دست دراز میکنن مثل که میخوان اصلا تو بغلش بگیرن اگه دستشون بهش نرسید به لباسش میکشن به سر و صورتشون میکشنو و گریه میکنن کنجکاو شدم از یکی پرسیدم چرا این بنگالی ها, ها رو اینقدر دوست دارن برگشت به من گفت یه پیرمردی که میدونید چرا ما عربها رو دوست داریم چون عرب ها بهترین سوقاتی برای ما آوردن گفتم من خیلی حافظه اونطور قوی نیست زود بگیرم مطالبو یه کمی میشه واضحتر بگی عربا کدوم سوقاتی برای شما آوردن گفت نمیفهمی عربا سوقات آسمان رو برای ما آوردن عربا کلام خدا و دین خدا رو برای ما آوردن ما اگر عربا رو دوست داریم چون سوقاتی خدا کلام رب العالمین قرآن برای ما سوقاتی آوردن بنگالی میگه سوغات خدا ما هم از بنگالی مسخره میکنیم رفیق 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 کشک که رفیق به معنای دوست بود اینجا به معنی مسخره است ها رفیق 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 یه روز بی, بی بی سی لندن تحلیل میکرد مسئله ای رو در صد آرامش در دنیا از ژاپن شروع کرد و سوئیس و سوئد و نروژ و کشورهای پیشرفته و آمریکا و اون که که درصد زندگی خیلی بالاست همه نمره آخر گرفتن بعد گفت که طبق بررسی هایی که بی بی سی لندن کرده درصد آرامش تو کشور بنگلادش حرف اول میزنه در دنیا اولین کشوری که مردمش یک آرامش عجیبی دارن از نظر روحی روانی و فکری کشور بنگلادشه همین بنگالی های فقیری که سیل میاد می میمیرن و فلان و فقیرن و کل لباس بنگالی تو بنگالاش اگه نها یه لنگی یه دنپای پلاستیکی صد آرامش تو بنگالی ها اوله نه تو سوئیس و سوئد و ژاپن. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب خب امیدوارم که این جلسه جلسه مبارکی باشه برای شما و همچنین برای این چهار زوج جوان و امیدوارم که انشالله همه ما و شما خاتمه به خیر بشیم نمیریم فرزندانمون عالم ببینیم سالم، عالم، مفید هر کدومشون یه شیخزایی شدن یک مشعل هدایتی شدن که راهو برای مردم روشن بکنن دعوت به خیر بکنن و دعوت به تقوا و صلاح بکنن به همه شما تبریک میگم وقتتون رو زیاد گرفتید تا این نصف شب نشستید خداوند به شما جزای خیر بده خیلی جلسه جلسه عزیز و دوست داشتنی ولی ما باید شما رو ترک بکنیم به امید دیدار باید شما رو به خدا بسپاریم ظاهرا یه سه چهار هزار تومن اینجا هست یه سوال بکنم هم بچه های ابتدایی راهنمایی جواب بدن هر کسی میدونه دستش بلند بکنه چی رو میخوام بگم؟ بچه های راهنمایی یا ابتدایی پیامبران اولول ازم چند تان؟ کسی نگه کی میدونه بچه های راهنمایی ابتدایی؟ بیا عزیزم اگه فهمید دو هزار تومن بد میدم این عالمه بود پیغمبران اولو از چند تان حضرت عیسی حضرت موسی حضرت ابراهیم حضرت محمد حضرت نوح تشریف بفرمایید <تصفح> حالا نامو بلی بکنی دیگه خیلی جالب جواب داد کتابی که بر حضرت ایسا نازل شده چیه؟ چی کتابی برش نازل شده؟ کتابی که بر حضرت موسی نازل شده کتابی که بر حضرت محمد نازل شده بگو بگو چرا نگاه اون میکنی قرآن قرآن بله کتابی که بر حضرت موسی نازل شده بگو کی میدونه تورات کتابی که بر حضرت عیسی نازل شده یه سوال بابات زنده است بله باباتو دوست داری؟ بله مامانت؟ بله به 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 اگه بخوای از مامان و بابای خوب تشکر بکنی، چطوری تشکر میکنی؟ بگو یک، ازشون تشکر بکن بگو این هر چهار هزار تومن مال خودته <applause> همش، دیگه مثلا میخوام تمامش بکنم دیگه از مامان و بابا تشکر بکن ها؟ تشکر بگو مامان و بابا بگو بگو من یادت میدم بگو مامان و بابا دوستتان دارم دوستتان دارن چون برای من زحمت زیادی کشیدی چون برای من زحمت زیادی کشیدی مرا به مدرسه فرستادی مرا به مرا به مدرسه فرستادی تا درس بخونم تا درس بخونم تا عالم بشم تا عالم بشم خدا از شما راضی باد خدا من از شما راضی هستم من از شما راضی هستم, شما راضی هستم. تشریف ای همه مال خودته اگه دوست داشتی به کسی هم بخواد بدید مال خودته اگه بی رفیقات هم خاصی بدید برگاش زیاده آدم با علم میلیونر میشه این آقا امشب چه میلیونر شد رفت مال خودت کارلا یکی زد تو جیب حالا دیگه بعد تقسیم کن با هم مال خودته مال خودته مال خودته اگه دوست داشتید دو تستا بسته نم برای اینا بخر میگه باشه مکتب کنم میرید بله خب منم توی این پولا مانده بودم چکار کنم حالا تو جیب دوستان در آمده بر بگرده خوب, خوب نبود مال خودشه آدم های مرد با شهامت با جرعت برد میکنن خوب موفق و معید باشید از حوصله همی شما تشکر میکنم جناب شیخ از شما تشکر میکنم